دوره‌ای که اکثریت بشریت 5 6 میلیارد دوستان اکثریت بگن آقا اسلام نه، ما نمیگیم خب دیگه دموکراسی حکم می‌فرماید که ما اسلام بدیم. همه مگه همجوری نیست؟ الان خب اکثریت بشریت که مسلمان نیستن که. شما هیچ وقت میگید چون اکثریت بشر اسلام قبول ندارن پس اسلام رو ما به دلیل دموکراسی می‌ذاریم کنار. ولی میگی که خب اسلام وقتی امکان اجرا داره که اکثریت بفهمن بپذیرن و توجیه باشن، وقتی اکثریت نپذیرفتن و مخالفش باشن تو بشریت تو دنیا نمیشه اجرا کرد، این نداره اجراش نمی کنی. اما نه که ارزش و اعتبار نداره، امکان اجراش نیست. خیلی خوب مثل خیلی چیزای دیگه، اینقدر آدم های بیمار هستن که نسخه و دارو برای علاجشون هست ولی چون امکانش نیست که این دارو به دستش برسه این میمیره. بله میمیره، این میمیره، اما معنیش نیست که اون نسخه بی ارزشه، ولی این میمیره. این تعبیر خیلی تعبیر قشنگیه که گفتن که جامعه ای که علی رو پس زد، علی رو کنار زد، علی رو از علی بودن محروم نکرد، خودش رو از علی داشتن محروم کرد. جامعه ای که دست رد به سینه علی زد و 20 چند سال علی رو از حکومت دور کرد، او جامعه بعد لایق حکومت معاویه ها و یزید ها شد و بنی امیه ها و بنی عباس. جامعه ای که علی رو پس میزنه، علی رو از علی بودن محروم نمیتونه بکنه، که علی بودن رو که از علی نمیتونه سلب کنه، خودش رو از علی داشتن محروم کرد و چوبش رو خورد در دنیا و آخرت. چوبشو خورد و میخوره. شما میدونید تا همین الان مسلمان ها دارن چوب حذف علی از حکومت رو میخورن. میدونید اینو که اگه علی بلافاصله آمده بود بر سر کعبه رو بزنه، مثلا وضعیت کل جهان اسلام و کل جهان بشر یه جوری دیگه ای بود. اگه حکومت امام حسن سقوط نکرده بود وضعیت بشر یه جوری دیگه ای بود. اگه حسین تو عاشورا مردم کوفه زیر پیمانشون نزده بودن، امام حسین کوفه رو میگرفت و بعد حکومت رو کلا میگرفت. میدونید وضع کل بشر یه جوری دیگه ای بود. بنابراین ما نه حسین مسیحی، نه حسین اساطیری، نه حسین ارتجایی و خرافی، نه حسین چگوارایی و مارکسیستی و نه حسین لیبرال دموکرات، اینا هیچ کدوم حسین ابن علیه که شیعه برای او هر سال داد میزنه نیستن. حسین ابن علی رو همان گونه که بود و می اندیشید و مبارزه کرد و شهید شد باید شناخت. و حسین ابن علی هم فقط زهر عاشورا نبود، همش ما تا اسلام و حسین میان مثلا شهادت و خون و ایناش بیاد نمیاد. اینا البته یه اوج بزرگ انسانی داره، اما حسین اینا فقط نبوده. شما من روایت اینجا برید تاریخ زندگی امام حسین بخونید، گذشتش، عبادتهاش، اعتکافهاش، تقواش، روزش، کمک به محرومینش، کمک به فقراش، انسان دوستیش، تواضعش، بزرگیش. خودش میگه اگه کسی بیاد تو گوش چپ من به من فحش بده، بعد بلافاصله بیاد تو گوش راست از من عذرخواهی کنه، من همونجا میبخشمش. یادم میره از اون حرف قبلیش. به آدم های بد فاسد بد ذات دشمن خودش کمک میکرد. توی روایت داره که کسی آمد از دور امام حسین شناخت، این مورد راجع به امام حسن علیه السلام هم نقل شده، آمد جلوی این ور خیابون گفت تو حسنی؟ تو حسینی مثلا؟ گفت بله، پسر علی و فاطمه اینها. گفت پس بگیر. شروع کرد هرچه به دهنش آمد گفت، فحش های رکیک که ثبت شده تو تاریخ، فحش های عجیب غریب به خود ایشون و به پدر و مادرش. اونجا داره که امام هم راجع به امام حسن نقل هم میگه امام حسن اینا ایشون همینطور گوش کردن آرام هم که حرفش رو خوب زد و اینا، و فحشاش که تمام شد بعد گفتن که شما اهل این شهر فکر می‌کنم نیستید، غریبید. اینا گفت به تو چه، من دارم بدونم. با شرکت فحش دادن. این خود یک کسی که فحش داده نقل کرده، یک روایت از خود اون نقل شده، میگه من هر چی به دهنم اومد بهش گفتم. اینم همینطور آرام میشه که مثلا گوسفند داره بردم کنه، اینا اینجوری به من گوش میکرد، یا مثلا الاغ داره ستم اینجوری به من گوش میکرد. منم هی عصبانی تر میشدم، من فحش میدادم میگفتم الان خواستم اینو عصبانیش کنم، من خودم بیشتر عصبانی میشدم. اینم همونطور آرام گوش میکرد، گاهی یه لبخند میزد، بعد دیگه میگه بریدم، خسته شدم، دیدم دیگه خسته شد، چاپن داره من دارم، هم فحشام تموم شد هم دیگه نفسم برید. بعدم خب این که من هرچی میگم دیگه عصبانی نمیشه، بعد خسته شدم، یه تون صدام اومد پایین و فحشام کم شد. اینا رو دیگه می‌خواستم برم، دنبال بهانه میگشته که امام یه چیزی بگه بعد اینا مثلا بزنن درگیر شن. بعد که میگه خوب فحش دادم، امام حسین یک آیه قرآنی برام خوند که معنیش این بود که من با تو مشکلی ندارم، تو مستضعفی، تو قربانی تبلیغات اینا هستی،
و وظیفه من گذشته، وظیفه من تحمل امثال توست. معنی آیات قرآنی بود. میگه عرفا رو زد، بعد هی گفت گفت هی من شرمنده شدم، خجالت کشیدم از حرفایی که زدم، بعد خواستم برم. گفت خب شما اینجا که غریبی چوری ندارید، من یه خونه دارم برای همینجا افراده، اگه شما لطف کنید بیا اینجا مهمان من باش، هم برای شام هم برای خونه، هم اگه صحبتی هم دارید بگو، اگه سوالی از من دارید بگو، من راهنماییمو جواب میدم. اگرم گرسنه ای سوال ندارید من سیرت میکنم. میگه هر جمله‌ای که از دهنش در میومد ایشون، من هی بیشتر خجالت میکشیدم، عرق میکردم. دیگه یه جوری شد که از شرمندگی میخواستم فرو بدم تو زمین. بعد میگه که وقتی خوب شرمنده شدم، خودش فهمید من خجالت کشیدم، حالا میخوام عذرخواهی کنم. حاضر نشد صبر کنه که من به اندازه یه عذرخواهی باز شرمنده بشم. بعد باز یه آیه قرآن دیگه خوند که اگر کسی از کاری که کرده پشیمانه، رو ببخشید، خدا هم رو ببخشه، که یعنی مهم نیست حالا پوشه چیزی گفت. بعد میگه دست من ول نکرد تا منو برد تو خونه وجید. و بعد خود این میگه امروز من در تمام دنیا کسی را بیش از حسین و حسن و پدر و مادرش دوست نمیدارم، چون یکی از شیعیان امام حسین امام حسن هم یادم کمک میکرد به آدمهایی که بعضیشون بدنام بودن، دشمنانشون بودن. یکی از اصحاب امام حسین گفت آقا به فلانی هم شما کمک میکنی؟ امام حسین فرمود که مثل باران باش، بر خوب و بد ببارید. گفت ما مثل باران بر خوب و بد میباریم. بعد گفت خدا این آدمای بد رو خدا مستحق توحید دونسته، پیغمبر براشون فرستاده، تو اینا رو مستحق یک سلام نمیدونی؟ میگو بهش میگفتم چرا به بعضی آدمایی که دشمنتن آدمای بدی هم سلام میگونی؟ گفت اینا بیچاره هن، مستضعفن. اینا فرهنگ پیامبر و اهل بیت پیغمبر بوده که در اوج انسانیت و گذشت به فداکاری و محبت و انسان دوستی، در کنارش اوج فضیلت و جهاد و شهادت و صلابت در برابر این مسائل. خیلی متشکرم از اینکه تحمل فرمودید در عرض بنده رو، و امیدواریم که با این فرهنگ روز به روز بیشتر هم آشناتر هم ملتزمتر بشیم، هم ما مردم و هم